علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. خوش آمدید. نخست وزیر اسرائیل از اجرای کارزار فشرده برای جلوگیری از احیای برجام خبر داده و رئیس جمهور این کشور هم گفته توافق ضعیف قادر به متوقف کردن ایران است. اسرائیل چه جایگزینی برای این توافق در نظر داره؟ بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم. البته اسرائیل خودش هم میدونه که فعلا هیچ برنامه‌ای برای اینکه پروژه هسته ایران پیش نره مستقیما وجود نداره و برجام بهترین پروژه‌ای است که میتونه با این باز مانیتورینگ داشته باشه و مانع بشه که ایران به نقطه داشتن منابع لازم برای ساخت بمب نزدیک بشه. اما اون چیزی که اسرائیلی‌ها دنبالش هستن چند تا عنصر داره. نکته اول این است که این فشار تحریم افزایش پیدا کنه، تحریم اقتصادی ایران و تحریم سیاسی ایران که اونها رو از دسترسی به منابع باز بداره، به خصوص در مورد حوزه نفت و انرژی. خب میدونن الان با مشکل اروپا یه مقدار این موضوع دچار اختلال شده، اروپایی الان بیشتر مایل به توافقن. دومی که پیمان ابراهیم رو اسرائیل میخواد قدرتمند کنه و فاصله بندازه بین کشورهای عربی و ایران و با قدرتمند ساختن پیمان ابراهیم نقش برجام و توافق رو کمرنگ کنه و به آمریکا بگه که برجام کمکی به نظم منطقه‌ای نمی‌کنه. سوم این است که پرونده ایران تو آژانس رو پیگیری کنه و اجازه نده اروپایی و آمریکا روش توافق کنن. از همه مهمتر همکاری اطلاعاتی رو با آمریکا افزایش بده به عنوان پلن بی که در صورتی که ایران بخواد اقدامی تند و رادیکال انجام بده، آمریکا و اسرائیل بتونن عملیات نظامی انجام بدن. و از همه مهمتر این است که اروپا رو تقویت کنن، لابی کنن که برن مکانیزم مارشال اندازه بدن، یا اگر آمریکا واقعا میخواد توافق انجام بده، این توافق قد هسته‌ای نباشه، مسائل منطقه‌ای، مسائل موشکی ایران هم باشه. و از همه مهمتر این است که اسرائیل به جد معتقد اگر ایران میخواد پرونده هسته‌ای داشته باشه، باید غنی‌سازیش رو برسونه به حداقل یا کلاً ببنده. آقای نامبر حقیقی، هم مقامات تل‌آویو از یه طرف، از یه طرف هم جریان داخل ایران به نام موسوم به تندروها، هر دو همزمان مخالف احیای برجام هستن. این همسویی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ همسویشون از این ناشی میشه که اسرائیل میگه برنامه هسته ایران میخواد بره به سمت ساخت بمب. رادیکال ها هم در تهران معتقدن ما بایستی از غنی سازی برای بازدارندگی استفاده کنیم، حالا نه مستقیما بمب بسازیم، ولی بریم به سمت نقطه ای که ساخت بمب فقط نیاز به یک اراده سیاسی داشته باشه. بنابراین از این زاویه دوتاشون یک حرف میزنن و خب طبیعتا هم اونها و هم اسرائیل عملا برجام علیه اون موقعیتشون است، چون اسرائیل معتقد برجام موقعیت ایران رو افزایش میده، هرچند اسرائیل توضیح نمیده که برجام میتونه برنامه هسته ایران کنترل کنه، ولی توضیح نمیده که چطوری غیر از این میشه کنترل کرد، چون جایگزینش فقط جنگ و نبرد نظامی، حمله نظامی یا خرابکاری های محلی است که اونم میتونه منجر به جنگ بشه. تندروها هم حرفشون این است که این برجام از لحاظ اقتصادی شکننده است، کوتاه مدته، هیچ چیز ما نمیده، ولی اگه ما بریم به سمت افزایش غنی سازی، حتی از MPT خارج بشیم، چیزی که روزنامه کیان پیشنهاد کرده، اون موقع ما کارت‌های بسیاری در دستمون داریم، یا یک موقعیت برجسته در حوزه بازدارندگی و نظامی پیدا میکنیم، یا حتی اگر اونا رو بخوایم وارد معامله قرار بدیم امتیازات بیشتری میگیریم، مثلا فرض کن تحریم های اولیه رو از آمریکا نقض میکنیم. برای هر دو طرف معتقدن که برجام به خاطر اینکه مانع میشه ایران به سمت غنی سازی بیشتر و ساخت سلاح هسته‌ای کار غلطی، و هر دو معتقدن برجام رو نباید وارد شد و توافق انجام داد. اسرائیل از موضعی که ایران به بمب دست پیدا میکنه و جناهای تون مثل کیهان نام از این بابت که معتقدن این مانع میشه که ما به سمت بمب سازی دست پیدا کنیم.